زیباترین جشن‌های بهار متعلق به کدوم کشور هاست؟ سلام، امروز با یه ویدیو دیگه از کانال فکتاب در خدمتتون هستیم. حتما شما هم جشنواره‌های مختلفی که نزدیکی‌های شروع سال نو و رسیدن بهار داخل کشورمون برگزار میشه رو بارها دیدید. فکر می‌کنیم به غیر از جشن نوروز و جشن‌های باستانی که برای استقبال از شروع فصل بهار هنوز توسط ما زنده نگه داشته شدن، چه جشن‌های بهاری دیگه‌ای وجود داره؟ اگه تا حالا تصور می‌کردیم فقط خودمون منتظر رسیدن فصل بهاریم تا جشن بگیریم و سنت‌هامون رو به جا بیاریم، با ما همراه باشین تا با چند تا از زیباترین جشن‌های بهاری که در دنیا برگزار میشن آشنا بشین. برای اینکه بتونین از ویدیوهای بعدی و جذاب ما با خبر بشین، دکمه سابسکرایب رو بزنین و علامت زنگوله رو هم لمس کنین. تایلند و جشنواره آب. هر سال با معتدل شدن هوا و رسیدن بهار، جشنواره جذاب در تایلند برگزار میشه. جشنواره سونکران اسم خودش رو از کلمه سانسکریت که معنای عبور نجومی داره گرفته. در کشور تایلند روز عبور نجومی به عنوان اولین روز سال نو محسوب میشه. مردم در این روز حسابی مشغول جشن و شادیه. تایلندی ها در جشن بهارشون به صومعه بودایی میرن، به دیدن بزرگترا میرن و البته حسابی همدیگر رو با پاشیدن آب خیس میکنن. خاستگاه این جشن بهاری در تایلند به چیانگ مای برمیگرده. مردم برای شرکت کردن در این جشن از شلنگ، سطل، تفنگ آبپاش یا هر وسیله دیگه‌ای برای خیس کردن همدیگه استفاده می‌کنن. اونا یه روز کامل این کارو انجام میدن. میرقصن، از اجرای موسیقی زنده لذت میبرن و حسابی خوشن. جشن هولی هندوستان. تقریبا تمام دنیا از این جشن رنگی که مردم هندوستان عاشقشن باخبرن. اما خب خیلی از افراد نمیدونن که جشن هولی در حقیقت یکی از جشنهای بهاره به شمار میره. هولی در اصل یه جشن و سنت هندوه، ولی الان در تمام دنیا به عنوان یکی از جشنهای بهاره شناخته میشه. هندوها در این جشن با رنگای طبیعی که تهیه کردن وارد میدان جشن میشن و به دوستاشون و هر کسی که داخل جشن حضور داره رنگ میپاشن. البته باید بگیم که پاشیدن آبم در این جشن مرسومه. مردم یه شب قبل از هولی همه جا آتیش روشن میکنن تا خیر بر شر پیروز بشه. هندوها معتقدن که روشن کردن آتیش باعث میشه میکروبا از هوا پاک بشن تا تابستونی با آب و هوای سالم رو تجربه کنن. جشنواره شکوفه های گیلاس، ژاپن. اگه قرار باشه به ژاپن سفر کنین، چه فصلی رو انتخاب میکنین؟ ما فصل بهار رو بهتون پیشنهاد میکنیم، چون میتونین در جشنواره بهاری ژاپن یعنی جشنواره شکوفه های گیلاس هم شرکت کنین. زمانی که شکوفه های گیلاس باز میشن، ژاپن شبیه یک کشور رویایی میشه. به همین خاطره که جشنواره گیلاس ژاپن در سر تا سر دنیا صدا میکنه. هر سال در ماه آوریل مردم ژاپن جشن شکوفه های گیلاس رو زیر درخت گیلاس که رخت صورتی بر تن دارن برگزار میکنن. این جشنواره به هانامی معروفه. خیلی بی سر و صدا انجام میشه، ولی صداش به گوش همه مردم دنیا میرسه. مردم در این روز پیکنیک میرن و از بودن در کنار دوستان و خانوادهشون لذت میبرن. جشن بامزه بعدی سوزوندن آدم برفی سوئیس. جشن بهاری که در سوئیس قدمت زیادی داره با سوزوندن یه مترسک از آدم برفی شروع میشه. در واقع مردم این کشور با آتیش زدن آدم برفی شروع بهار رو خبر میدن و از رفتن زمستون حسابی خوشحالی میکنن. جالبه بدونین که این جشن از قرن 16 تا به حال در کشور سوئیس داره برگزار میشه. جالبه بدونین که سوئیسی‌ها باور دارن اگه این آدم برفی دیر به سوزه، آفتاب تابستون هم گرمتر میشه. این جشنواره 2 روز طول میکشه. در طول این مراسم مردم جشن میگیرن، سخنرانی های طنز انجام میدن و گروه های رژه جالبی هم تشکیل میدن. جشن جذاب بعدی گواتمالا سمانا سانتا. این جشنواره در حقیقت همون هفته عید پاکه. هنگام شروع فصل بهار مردم گواتمالا به فکر برگزاری جشن سنتی خودشون میافتن. با شروع شدن این جشن خیابونای آنتیگوا پر میشه از گروهای رژه‌ای که لباسای رنگی میپوشن. قایقای چوبی قشنگی رو با خودشون هم میکنن. آدمای زیادی برای هم کردن این کشتیای کوچیک ولی سنگین همکاری میکنن. مردم شهر یه خیابون رو با گل فرش میکنن.
که فقط یه بار میشه از روش رد شد، اونم وقتی که شناورا از این مسیر عبور میکنن. جشن بعدی فصل لاله ها هلند. جالبه بدونی هلندی که الان میخواییم ازش حرف بزنیم یکی از شهرهای کوچیک میشیگان توی آمریکاست. وقتی گلای لاله هلندی باز بشن، جشنای بهاری در ایالات متحده هم شروع میشه. بهتره بدونین که با شروع بهار در هلند 6 میلیون لاله شکفته میشه و آدمای زیادی دوست دارن که این لاله ها رو از نزدیک ببینن. آخ که چه لذتی داره دیدن اونا. جشن بعدی مارزانا لهستان. این جشنواره زیبا و پرهیجان هم شبیه به جشنواره سوزوندن آدم برفی در سوئیس، فقط یه کمی فرق داره. برعکس سوئیسیا، مردم لهستان برای اینکه شر و بدی زمستون رو از بین ببرن، عذاب استفاده میکنن. مردم روستا با استفاده از نیهای طبیعی عروسکی میسازن که بهش میگن مارزانا. این عروسک به عنوان الهه زمستان، مرگ و طاعون شهرت داره. مردم در طول جشنواره این عروسک رو تو خیابونا حملش میکنن. بعد در پایان جشن اونو توی یه رودخونه غرق میکنن. این مراسم هیجان خاص خودش رو داره. یکی از سنت‌های اهالی لهستان هم محسوب میشه. جشنواره تخم مرغ مخلوط بوسنی. مردم بوسنی به یه شیوه خیلی جالب به استقبال سال نو آغاز بهار میرن. اونا عادت دارن برای شروع بهار جشن غذا بگیرن. اهالی شهر هر چی که توی خونه دارن میارن باهاش غذا درست میکنن. اونم چه غذاهایی. اگه خوششانس باشین و توی این جشنواره حضور داشته باشین، میتونین تخم مرغ مخلوط بخورین. مردم برای خوردن تخم مرغ مخلوط به سمت رودخانه بوسنا میرن. به نظر مردم بوسنی این تخم مرغ هم یه غذای خوشمزه است و همین که نشون دهنده زایش و شروع یه فصل جدیده. جالبه بدونین که جذابیت این جشنواره باعث شده امروزه به یکی از جاذبه‌های گردشگری هم تبدیل بشه. جشنواره فالاس اسپانیا. یه هفته جشن گرفتن در کنار یادبود سنت جوزف یکی از جشنواره‌های طولانی و هیجان انگیز دنیاست. اگه بخوایم جشنواره‌های بهاری رو رتبه بندی کنیم، فالاس اسپانیا یکی از اولین هاست، چون هر سال چند میلیون نفر رو به خودش جذب می‌کنه. مردم برای برگزاری جشن فالاس یه آتیش بزرگ روشن می‌کنن و رسیدن بهار و نو شدن سال رو جشن می‌گیرن. توی این جشن مردم هر چیزی که به دردشون نمیخوره رو تبدیل به مشعل میکنن. عروسکای خنددار و بزرگ میسازن. در آخرم توی یه رژه بزرگ همشون رو آتیش میزنن. مردم در این جشن با شکلات داغ و کدو تنبل سرخ شده پذیرایی میشن. و آخرین مورد کارناوال مکزیک. وقتی مردم توی مکزیک از رسیدن فصل بهار با خبر میشن، تدارک یه کارناوال بزرگ رو میبینن. این کارناوال بهاره در واقع یه بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو نشون میده. یه رژه بزرگ و فوق‌العاده، پر از شادی و موسیقی که در نوار ساحلی مکزیک برگزار میشه. این جشن یه هفته زمان میبره. در تمام این مدت مردم در حال رقصیدن، آواز خوندن و خوردن خوراکی‌های خوشمزه هستن. همراهان عزیز و گرامی کانال فکتا، اگه این ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین و با دوستای عزیزتون هم به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی حسابی مراقب خودتون باشین.